بچه‌ها سلام عرض می‌کنم خدمت شما. انشالله که حالتون خوب باشه، قبراق و سر حال و پر انرژی. به ادامه در واقع برنامه‌های ما دقت کرده باشین تا این لحظه. ببینید تو این بخش هم می‌خوایم در مورد مثلثات و اونم به خصوص مقدمات مثلثات با شما صحبت کنیم. یعنی در واقع می‌خوایم واحدهای اندازه‌گیری زاویه رو به شما معرفی بکنیم، نحوه تبدیل دو واحد اندازه‌گیری معروف زاویه یعنی درجه و رادیان رو می‌خوایم در موردش صحبت کنیم با هم دیگه. بعد می‌خوایم علاوه بر اون در مورد محاسبه طول کمان در دایره با شما صحبت کنیم وقتی که زاویه بر حسب رادیان در واقع مشخص باشه. علاوه بر اون می‌خوایم تعاریف نسبت‌های مثلثاتی رو هم در مثلث قائم الزاویه به عنوان مقدمات در واقع مطرح کنیم. با ما همراه باشید، ممنون از شما. بچه‌ها بحث بعدی ما بحث مثلثاته که قرار هست که کل بحث مثلثات رو مرتبط با پایه و سال 12 در واقع خدمتتون ارائه بدیم. اولین بحث ما معرفی واحدهای اندازه‌گیری زاویه خواهد بود که شما تعریفشو از قبل بلدین ولی ما یاداوریشو انجام میدیم. برای اندازه‌گیری زاویه شما دو تا واحد داشتین، درجه و رادیان. درباره واحد درجه که آشناتره میگفتیم اگر محیط دایره رو به 360 قسمت مساوی تقسیم بکنیم، زاویه مرکزی روبرو به هر قسمت اسمش میشه یک درجه. یعنی الان با فرض اینکه یک دایره مثلثاتی دارم، یه دایره یعنی اصلا دارم، حالا دایره مثلثاتی هم لزوماً نباید باشه، یه دایره دارم و من میخوام چیکار کنم؟ میخوام در واقع زاویه یک درجه رو به شما نشون بدم. کافیه که محیط دایره رو به 360 قسمت مساوی من تقسیمش کنم، هر یه قسمت رو بچه ها بهش میگن یک درجه. هر یه قسمت با فرض اینکه کمان مقابلش یک 360 محیط دایره باشه در واقع. بعد اگرم دقت کنید فرق نمیکنه شعاع دایره‌ای که برای تعریف یک درجه استفاده میکنیم چقدر باشه. شما الان دو تا دایره هم مرکز رو در نظر بگیریم با شعاع‌های متفاوت، جفتشون رو به 360 قسمت مساوی اگه تقسیم بکنید، در هر صورت زاویه مرکزی مقابل به این میشه یک درجه. بنابراین چه در دایره کوچیک این زاویه یک درجه است، خب طبیعتاً طول کمانش هم نسبت به شعاع در واقع دایره تفاوت داره با طول کمان این قسمت نسبت به شعاع دایره دیگه، ولی هر دوشون معرف زاویه یک درجه هستن و تفاوتی از این جهت نمی کنه. پس با توجه به اون چیزی که گفتیم، زاویه مرکزی روبرو به محیط یک دایره کامل میشه 360 درجه. این زاویه رو بهش میگن تمام صفحه اصطلاحاً. به همین ترتیب زاویه مرکزی روبرو به نصف محیط دایره رو بهش میگن زاویه نیم صفحه، معادل 180 درجه است. و زاویه مرکزی روبرو به ربع دایره رو بهش میگن زاویه قائمه که معادل 90 درجه است، که شما تو این شکلا دارید زوایای 360، 180 و 90 رو میبینید. اما واحد دیگر زاویه رادیان هست که عمدتاً با این واحد ما کار داریم دیگه. ضمن اینکه از همینجا هم تأکید بکنم در طول بحث مثلثات خاطرتون باشه که جاهایی که واحد زاویه در نسبت مثلثاتی ذکر نمیشه و یا معرفی نمیشه، پیش فرضش واحد رادیانه. یعنی خیلی از اوقات ما بچه ها میگیم سینوس دو، در واقع تصور میکنن که این سینوس دو یعنی سینوس دو درجه، در حالی که اگه واحد درجه مورد نظر اون باشه تأکید روی درجه بودنش کاملا ضروریه. پس منظور از سینوس دو حتما سینوس دو رادیان خواهد بود در طول بحث ما. اما اینکه واحد رادیان چجوری تعریف میشه بچه‌ها، یک رادیان زاویه مرکزی روبرو به کمانیه که طول کمان با شعاع دایره برابر باشه. ما در این صورت به اون زاویه مرکزی میگیم یک رادیان. ببینید اینجا رو الان این شکل رو تصور کنید، این دایره رو. اگر من بیام طول کمانی از دایره رو در نظر بگیرم که با شعاع دایره برابره، اون وقت به این زاویه ما بنا به تعریف میگیم یک رادیان، طول کمانی که با شعاع دایره برابر باشه. پس اگه بخوایم زاویه دو رادیان رو نشون بدیم، باید طول کمان روبرو به اون دو برابر شعاع دایره باشه. یعنی الان این زاویه‌ای که میبینید بچه‌ها دو رادیانه، با فرض اینکه طول کمان مقابلش دو برابر طول شعاع دایره است.
به همین ترتیب زاویه سرادیان زاویه‌ایه که طول کمان مقابلش سه برابر شعاع دایره است. چهار رادیان، پنج رادیان و الی آخر هم یه همچین تعریفی دارن دیگه. حالا اگر ما بخوایم ببینیم که محیط دایره چند رادیانه چیکار باید بکنیم؟ خب طبیعتاً چون واحد رادیان رو تعریف کردیم طول کمانی از دایره که برابر با شعاع دایره باشه، پس اگر من بیام کل محیط دایره رو تقسیم بکنم بر شعاع دایره، اندازه کل محیط بر حسب واحد رادیان به دست میاد. چون محیط دایره به شعاع آر میشه دو پی آر، پس در واقع دو پی آر رو من باید به آر تقسیم کنم ببینم چند تا طول کمانی که برابر با شعاع دایره است از توش میتونم جدا کنم، میبینم میشه دو پی. پس معلومه که کل محیط دایره دو پی رادیانه که این دو پی رادیان معادل همون 360 درجه است، معادل همون 360 درجه است. چون دو پی رادیان معادل 360 درجه است، پس در واقع ارتباط بین واحدهای درجه و رادیان مشخص میشه. ما میگیم که برای تبدیل واحد درجه به رادیان یا بالعکس بچه ها این روابط جواب میده. نسبت دی به 360، دی اندازه زاویه بر حسب واحد درجه است و آر اندازه زاویه بر حسب واحد رادیانه. نسبت دی به 360 با نسبت آر یعنی اندازه زاویه بر حسب رادیان بر روی دو پی رادیان مساوی هن این دوتا با هم دیگه. یا اگر دو را از طرفین در واقع ساده بکنیم، معمولا متداولش این رابطه است که تو ذهن بچه هم هست، دی به 180 مساوی آر به پی. این تبدیل رادیان به درجه و بالعکس رو انجام میده که شما به راحتی میتونید این کار رو روی زوایای مختلف در واقع با این رابطه انجام بدین. مثلا زوایای 30 60 و 45 اگه بخوایم به رادیان تبدیل بکنیم، کافیه تو این در واقع رابطه‌ای که گفتیم جای دی یه بار 30 درجه بذارید، یه بار 60 درجه بذارید، یه بارم 45 درجه بذارید، ببینید واحد رادیانش چقدر در میاد. اگه 30 درجه بذارید، عدد آشنای پیشی شما رادیان به دست میاد که حتما تو ذهنتون هست و حفظین. اگه 60 درجه بذارین، عدد آشنای پی سوم رادیان به دست میاد. و اگه 45 بذارید، عدد آشنای پی چهارم رادیان به دست میاد که نشون میده این دوتا واحد به راحتی به همدیگه قابل تبدیلن. بالعکس اگه من میخوام زوایای پی 12 رادیان، 3 پی چهارم رادیان و 5 پی دوم رادیان رو به درجه تبدیل بکنم، میتونم دوباره تو همون رابطه‌ای که عرض کردم خدمت شما قرار بدم. برای پی 12 رادیان به راحتی 15 درجه به دست میاد، برای 3 پی 4 رادیان به راحتی 135 به دست میاد، برای 5 پی دوم هم به سادگی 450 درجه در واقع به دست خواهد اومد. حتما بچه‌ها تو ذهنشون هست این نکته که ما برای سریع‌تر شدن روند تبدیل زوایا از درجه به رادیان یا بالعکس میتونیم این کارو بکنیم. بگیم درجه رو بچه‌ها اگه ضرب در پی 180 کنن رادیان به دست میاد، یعنی یه ذره بیان سریع‌تر و ساده‌ترش رو بخوایم بگیم، این همون رابطه هست بچه‌ها، فرقی نکرده. ولی بگیم اگه درجه رو ضرب در پی 180 کنین رادیان به دست میاد، رادیان رو ضرب در 180 پی کنین درجه به دست میاد. بعد نکته مهمی که باید حتما توی سوالا بهش دقت کنید و خیلی هم پرکار برده اینه که یک رادیان چند درجه است. ببینید یک رادیان رو من میخوام در واقع به درجه تبدیل بکنم، کافیه طبق این چیزی که گفتیم ضرب در 180 پیوم کنم. پی هم که بچه‌ها میدونید مقدار تقریبیش 3.14 دیگه. اگه این کار انجام بدم، عدد 57.3 که فکر میکنم باید برای شما آشنا باشه، حتما تو ذهنتون معمولا باید داشته باشین که یک رادیان 57.3 درجه است تقریبا. این عدد پس برای معادل یک رادیان به دست میاد که در واقع توصیه میشه حتما تو ذهن در واقع داشته باشید به جهتی که کاربردهای متنوعی داره. بعد زوایای پرکاربرد بر حسب دو واحد درجه و رادیان رو بچه‌ها تو جدول ما آوردیم براتون. زاویه 0 رادیان، معادل رادیانش میشه 0، یعنی اگه 0 درجه باشه معادل رادیانش میشه 0 درجه. 30 درجه پی 6 رادیان، 45 درجه پی 4 رادیان، 60 درجه پی 3 رادیان، 90 درجه پی 2 رادیان، 120 درجه 2 پی 3 رادیان، 135 3 پی 4 رادیان، 150 درجه 5 پی 6 رادیان، 180 درجه پی رادیان، 270 درجه 3 پی 2 رادیان و 360 درجه هم 2 پی رادیان. من فکر می‌کنم به دلیل در واقع تعدد کاربرد این اعداد
در مثال‌های مختلف خیلی این جدول‌ها رو حفظن، ناخودآگاه هستن، یعنی میدونن که مثلا 2 پی سوم، چون پی سوم 60 درجه در واقع خواهد بود، 2 پی سوم میشه 2 تا 60 درجه میشه 120 درجه و الی آخر. بنابراین تبدیل اینا به دلیل اینکه زیاد باهاش کار کردید فکر میکنم که اعدادش خیلی ساده است و آشنا هست براتون دیگه. اما پیدا کردن زوایا در دایره مثلثاتی به چه صورتیه؟ ببینید، پیدا کردن زاویه در مورد پیدا کردن زاویه تو دایره مثلثاتی یه نکته رو باید دقت کنید حتما. زوایامون نقطه شروعش یا زاویه صفرمون همیشه سمت راست قطر افقی دایره است. اگر شما به تعبیر دیگه بیاین دایره رو بندازینش رو محور ایکس و ایگرگا طوری که مرکز دایره بر مبدأ مختصات منطبق بشه، حالا این نقطه که رو محور ایکس هست این میشه نقش زاویه صفر. حتما یادتونه که جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت رو ما بهش میگیم جهت مثبت مثلثاتی و جهت موافق حرکت عقربه های ساعت رو بهش ما میگیم جهت منفی مثلثاتی دیگه. پس ببینید الان توی دایره مثلثاتی خیلی راحت تونستیم زوایای 0 درجه، 30 درجه، 60 درجه، 90 درجه، 120، 150، 180 و الی آخر رو و یا معادل رادیانش رو بچه‌ها فرق نمی‌کنه. مثلا همین زوایا معادل رادیانش 0 رادیان، پی 6 رادیان، پی 3 رادیان، پی 2 رادیان و الی آخر هست که رو دایره به سادگی میتونیم در واقع نمایششون بدیم و بگیم کجای دایره واقع میشن. ببینید، گفتیم که برای ساخت زوایای بالا با شروع از 0 30 درجه 30 درجه افزایش دادیم، در جهت مثبت حرکت کردیم. حالا اگر با شروع از 0 زاویه ها رو 45 درجه 45 درجه افزایش بدیم به زوایای معروف پرکاربرد دیگری هم میرسیم که همون زوایای پی 4، 3 پی 4، 5 پی 4 و 7 پی 4 باشن. پی 4 بچا 45 درجه است، 3 پی 4 135 درجه است، بعد 5 پی 4 میشه 225، 7 پی 4 میشه 315 و بنابراین این زوایا رو هم میتونیم رو دایره در واقع نمایش بدیم. پس مضارب فرد پی 4 وسط‌های اون چهار ناحیه اصلی دایره مثلثاتی هستند. پی 4، 3 پی 4، 5 پی 4 و 7 پی 4 دقیقاً وسط نواحی اول، دوم، سوم و چهارم دایره مثلثاتی خواهند بود. و طبیعتاً میتونیم همین زوایا رو در جهت منفی حرکت کنیم و به مقادیر منفی برسیم. یادمون نره بچه‌ها که محدوده تغییر زوایا در مثلثات برخلاف هندسه است. شما در هندسه در واقع محدوده زواییاتون بین 0 تا 360 فقط، ولی در مثلثات از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت تغییرات اندازه یک زاویه است. چرا که در واقع هم جهت حرکت رو دایره مثلثاتی هم تعداد دورهایی که ما میزنیم دایره رو در واقع در اندازه زاویه‌مون نقش داره دیگه. ببینید، چند تا مثال ساده هست اینجا که دیگه شاید نیازی به حل کردن پای تخته هم نباشه. من همینجا از روی LCD توضیح میدم. زوایای 1000 درجه، 8 پی سوم رادیان و 7 رادیان به ترتیب در کدوم نواحی قرار میگیرن؟ بچه‌ها من برای اینکه ببینم 1000 درجه در کدوم ناحیه قرار داره، طبیعتاً میدونید که باید به 360 که محیط دایره باشه تقسیمش کنم. اومدیم 1000 رو به 360 درجه تقسیم کردیم، شده باقی موندهش 280 درجه با خارج قسمت 2. یعنی دو دور کامل باید دایره رو طی کنم. بچه‌ها دو دور کامل دایره رو طی می‌کنم، بعد از اون 280 درجه رو هم طی می‌کنم. 280 درجه یعنی تا اینجا که میشه 270، یه 10 درجه دیگه هم طی می‌کنم، این هم میشه 280. پس جای زاویه 1000 درجه رو دایره مثلثاتی این نقطه‌ایه که می‌بینید. یه نکته ایرم که بچه ها خیلی اشتباه میکنن و ما بارها سر کلاس بچه ها اینو اعلام میکنیم اینه که یادشون میره که در واقع هر نقطه روی دایره میتونه معرف در واقع بیشمار زاویه متفاوت باشه. یه مثال ساده بچه ها بزنیم. اینجا نقطه صفر دیگه، زاویه صفر دیگه، ولی جای زاویه 360 هم هست، جای زاویه 720 هم هست، جای زاویه منفی 360 درجه هم همین جاست، جای زاویه منفی 720 درجه هم همین جاست. ببینید اینکه در واقع چند تا، یعنی بی شمار زاویه همشون روی یک نقطه از دایره مثلثاتی منطبق میشن، این دلیلی بر مساوی بودن زوایا با هم دیگه نیست. اینه که هر نقطه، عرض کردم جمله‌مو تکرار میکنم، هر نقطه روی محیط دایره
معرف بیشمار زاویه متفاوته که اینا مقادیرشون با همدیگه فرق میکنه، اما جاشون رو دایره یکسانه فقط، و نباید این موضوع باعث اشتباه شما بشه، به خصوص مثلا تو بخش معادلات مثلثاتی. حتما یادتون میاد وقتی ما تعداد جواب ها رو توی بازه مشخص میخوایم، سر همین موضوع خیلی از بچه ها اشتباه در واقع میکنن و فکر میکنن زوایایی که در واقع ما تو محدوده مثلا 0 تا 2 پی میخوایم فرضاً میتونه بیشمار زاویه مختلف باشه، در حالی که باید دقت کنید به این نکته که اندازه زوایا مهمه، حالا ولو اینکه جاشون بر هم دیگه منطبق باشه ولی اندازه های متفاوتی میتونن داشته باشن. پس این الان شد مکان در واقع زاویه 1000 درجه روی دایره مثلثاتی. بچه 8 پی سوم رادیان رو میخوام. 8 پی سوم رادیان. اولا پی سوم رادیان 60 درجه است. پس 8 تا 60 درجه میشه 480 درجه دیگه. بنابراین یعنی که ما این زاویه‌مون معادل با زاویه 480 درجه است. 480 هم که یه دور کامل رو میزنم و بعد زاویه 120 رو طی میکنم که تقریبا نقطه انتهای کمانش اینجا خواهد بود. پس این نقطه معرف زاویه 8 پی سوم رادیان روی محیط دایره هست. یا مثلا من میخوام ببینم زاویه 7 رادیان کجاست. ببینید یادمون نره که هر یک رادیان تقریبا 57.3 درجه است. پس اگه من زاویه 7 رادیان رو میخوام، بچه‌ها 7 و 57.3 که دست بیارین تقریبا میشه 401 درجه. خب 401 درجه یعنی 360 و بعد 41 درجه کنم دیگه. 360 یه دور کامل بچه‌ها میزنم، بعد 41 و 1 درجه هم طی میکنم تا تقریبا به زاویه 7 رادیان که 401.1 درجه هست در واقع برسم. اینم پس میشه معرفی زوایا روی دایره مثلثاتی. اما بحث طول کمان مطرحه که شما از قبلم میدونید اینو، توی در واقع مطالب مثلثات مربوط پایه خوندین که طول کمان رو اگه بخوایم حساب بکنیم چیکار باید بکنیم. ببینید ما قبلا زاویه یک رادیان رو تعریف کردیم که زاویه مرکزی که طول کمان روبروش در واقع برابر با شعاع دایره باشه. پس زاویه دو رادیان هم میشه دو برابر شعاع دایره. پس در واقع طول کمان روبرو به زاویه تتا رادیان باید بشه تتا برابر شعاع دایره. پس چون دو رادیان دو برابر شعاع دایره بود، سه رادیان سه برابر شعاع دایره بود، پس تتا رادیان در واقع تتا برابر شعاع دایره خواهد بود، یعنی ال میشه آر تتا، که یادمون نره تتا باید بر حسب واحد رادیان باشه تا طول کمان به دست بیاد دیگه. ببینید یه مثال مثلا دیگه هم زدیم که مشابهش رو شما تو کتاب درسی دیدین. ماهواره‌ای در ارتفاع 800 کیلومتری از سطح زمین در گردشه. این ماهواره طی یک گردش زاویه خود را نسبت به مرکز زمین 20 درجه تغییر میده. در این صورت این ماهواره چه مسافتی رو پیموده؟ با فرض اینکه شعاع زمین 6400 کیلومتره. ببینید پس ماهواره خودش در ارتفاع 800 کیلومتری از زمینه، شعاع زمین هم خودش 6400 کیلومتره در واقع. اولا 20 درجه باید رادیان تبدیل بشه، چون گفتیم هر جایی که می‌خوایم طول کمان رو محاسبه بکنیم تبدیل در واقع واحدمون به رادیان الزامیه دیگه. اگه 20 درجه رو ضرب در پی 180 بکنین بچه‌ها میشه پی 9 رادیان. این معادل 20 درجه است در واقع. بعد 6400 که طول در واقع شعاع کره زمین بود، 800 کیلومتر هم خود ماهواره از سطح زمین در واقع فاصله داره. پس 6400 به علاوه 800 یعنی 7200 کیلومتر شعاعی هست که ماهواره روی اون مدار در حال گردش یا حرکت دیگه. پس اگه من بخوام مسافت پیموده شده رو حساب کنم، ال که میشه آر تتا، بعد آرمون میشه 7200 در واقع، ضرب در تتامون هم که پی نهم رادیان بود، بنابراین جواب میشه 800 پی. چون پی تقریبا 3.14، پس 800 ضرب در 3.14 یعنی یه چیزی تقریبا حدود 2512 کیلومتر در واقع میشه جواب مسئله. یعنی اگر ماهواره نسبت به مرکز زمین 20 درجه تغییر وضعیت بده بچه‌ها، مسافتی که طی میکنه 2512 کیلومتر خواهد بود تقریبا. یا مثلا تست دو رو هم ببینید بچه‌ها. تست دو هم گفتیم تهران و بندرعباس تقریبا طول جغرافیایی یکسانی دارن به طور تقریبی. اگر مسافت تهران تا بندرعباس 1300 کیلومتر باشه
و شعاع کره زمین هم 6500 کیلومتر در نظر گرفته بشه، عرض جغرافیایی بندر عباس حدوداً چند درجه است؟ با فرض اینکه عرض جغرافیایی تهران 35 درجه باشه و پی‌ام هم تقریباً 3 بگیریم، تقریباً. ببینید ما میگیم که حالا که طول کمانمون 1300 کیلومتره و شعاعمون هم 6500 کیلومتره، چون فاصله تهران تا بندر عباس بود 1300 کیلومتر دیگه، ولی شعاع کره زمین 6500 بود، پس در واقع L مساوی آرتتا رو که من بنویسم، به جای L 1300 کیلومتر رو بذارم، شعاع کره زمین هم 6500 کیلومتر رو بذارم، نشون دهنده اینه که اون زاویه‌ای که باید طی شه تا ما از تهران به بندر عباس برسیم در واقع 1/5 رادیانه. زاویه مرکزی معادلش میشه 1/5 رادیان. حالا اگه اینو به درجه تبدیل بکنیم، یعنی کافیه که 1/5 رادیان رو بندازیم تو رابطه دی به 180 مساوی آر به پی، میبینیم که دی تقریبا میشه 12 درجه. یعنی معادل در واقع 12 درجه من باید از عرض جغرافیایی تهران بیام پایین تر تا به عرض جغرافیایی بندر عباس برسم. چون عرض جغرافیایی تهران 35 درجه بوده، بعد از در واقع 12 درجه که من کم کنم از این عرض جغرافیایی، به 23 درجه میرسم که عرض تقریبی جغرافیایی بندر عباس خواهد بود. یا مثلا تست 3 رو بچه‌ها ببینید، گفتیم که چرخ‌های 1 و 2 بر هم مماسن، دو تا چرخ با شعاع یکسانن، البته اینا چرخ 1 چند رادیان به چرخه تا در جایگاه چرخ 2 قرار بگیره. ببینید بچه‌ها، من میخوام الان با چرخش چرخ 1 بیاد منطبق بشه بر چرخ 2، ولی میخوام ببینم چند رادیان باید به چرخه. خب اگه قرار باشه که این چرخ حرکت کنه و بیاد جلو، به این نکته باید دقت کنید، طول کمانی که یک چرخ طی میکنه برابر با مقداری که مرکز چرخ جلو رفته. یعنی ببینید، فرض کنید الان این چرخه میخواد به این موقعیت جدید خدچین تبدیل بشه، مرکزش چقدر جلو میره؟ اینقدر جلو میره که با فلش نشون دادیم. خب طول کمانی که چرخ میچرخه دقیقا باید همین اندازه باشه. یعنی شما وقتی این چرخه رو هولش میدین میره جلو، این موقعیت میاد در واقع توی این موقعیت قرار میگیره دیگه، با جلو رفتن چرخ دیگه. این طول این کمانه بچه ها با فاصله بین دوتا مرکز با هم مساوی در میان دیگه. چون این دو قسمت با هم دیگه مساوی در میان، پس ما اگه بخوایم چرخ 1 بر چرخ 2 منطبق بشه، باید مرکز این بر مرکز این منطبق بشه. فاصله بین این دو تا مرکز بچه ها چقدره؟ به اندازه 2 آر دیگه، چون تا اینجا میشه شعاع، از اینجا تا اینجا هم میشه شعاع. یعنی باید چرخمون به اندازه 2 آر بره جلو. طول کمانی که پس میچرخه میشه 2 آر، چون مرکز اون منزه 2 آر جابجا میشه، پس طول کمانمون هم به اندازه 2 آر جابجا میشه. حالا که ال مساوی آر تتا، به جای ال میذارم 2 آر، 2 آر میشه مساوی آر تتا، پس آر پس تتا میشه در واقع 2 رادیان. بنابراین زاویه چرخشی که باعث میشه چرخ 1 به چرخ 2 منطبق بشه بچا 2 رادیان خواهد بود. اما تعریف نسبت های مثلثاتی رو باید با هم دیگه داشته باشیم که شما از قبل تو بخش پایه در واقع شنیدین تمام این تعاریف رو. ببینید، تعریف رو در مثلث قائم الزاویه و با در نظر گرفتن تشابه دو مثلث، اگر در واقع دلایلش رو بگیم راحت تر خواهد بود دیگه. ببینید دو تا مثلث قائم الزاویه رو بچه در نظر بگیرین، یکی ABC، یکی هم A' B'C'. این دو تا مثلث که خب واضحه متشابهن، چون یه زاویه 90 دارن هر دوشون، زاویه B هم که درشون مشترکه، به حالت دو زاویه مساوی میشن متشابه. حالا میایم نسبت تشابه رو برای اجزای متناظر مینویسیم، میشه A' C' به AC مساوی B' C' به BC، اینجوری میشه دیگه. یا بگیم A' C' به B C' مساوی AC به BC، فرق نمیکنه، چون جایی طرفین یا وسطین رو توی تناسب میشه عوض کرد دیگه. خب از این تساوی چه نتیجه میگیریم؟ اگه نسبت A' C' به B C' با نسبت AC به BC مساوی باشه، یعنی در واقع برای زاویه حاده B تو مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبرو به وتر پس یه مقدار ثابتیه. من اگه 10 تا مثلث دیگه هم در همین ارتباط اضافه بکنم، همه این نسبت ها طبق تشابه در واقع با هم دیگه مساوی میشن و این باعث میشه که ما بگیم پس ضلع مقابل به وتر در تمام در واقع زوایای حاده با هر ابعادی که
در واقع اضلاع داشته باشن، طول ضلع ها داشته باشه تو مثلث قائم الزاویه، برای زاویه حاده مشخص این نسبت ثابت میمونه که ما به این نسبت قراره بگیم سینوس زاویه ب. یعنی سینوس زاویه ب میشه ضلع مقابل به وتر. به همین ترتیب کوسینوس به شکل ضلع مجاور به وتر تعریف میشه و با تشابه مثلث ها میشه ثابت کرد که اون هم برای یک زاویه مشخص یه عدد ثابتی به دست میاد و به اندازه های اضلاع مثلث ارتباطی پیدا نمی کنه. بنابراین سینوس زاویه ب در مثلث قائم الزاویه میشه ضلع مقابل به وتر، یعنی آسب ب سه. کوسینوس زاویه ب بچه‌ها میشه ضلع مجاور به وتر، یعنی آبه ب سه. نسبت های تانژانت و کوتانژانت هم به همین ترتیب قابل تعریفن دیگه. تانژانت رو در واقع من باید تعریف بکنم ضلع مقابل به ضلع مجاور، که اگر صورت مخرجش رو بر وتر تقسیم بکنم یکیشون میشه سینوس ب، دیگری میشه کوسینوس ب. برای اینه که ما در واقع میگیم تانژانت یه زاویه از تقسیم سینوس زاویه بر کوسینوس زاویه به دست میاد. یعنی در واقع تعبیر تانژانت برای یک زاویه حاده نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاوره که با تقسیم صورت مخرجش بر وتر انگار که سینوس ب رو به کوسینوس ب تقسیم میکنیم. پس برای اینه که در واقع تانژانت به این شکل تعریف میشه. به همین ترتیب کوتانژانت هم به همین صورت دیگه. کوتانژانت میشه ضلع مجاور به ضلع مقابل، ولی اگه صورت مخرج رو بر وتر تقسیم بکنید اون وقت میشه کوسینوس ب بر روی سینوس ب. پس کوتانژانت در واقع تعریف میشه نسبت کوسینوس بر روی سینوس برای هر زاویه فرضی توی در واقع مثلث قائم الزاویه. و بنابراین میتونیم از این تعاریف نسبت‌های مثلثاتی نتیجه بگیریم که تانژانت و کوتانژانت عکس همن دیگه، چون یکشون بود ضلع مقابل به ضلع مجاور، دیگری بود ضلع مجاور به ضلع مقابل. پس معلومه که معکوس همن، یعنی تانژانت میشه عکس کوتانژانت یا کوتانژانت میشه عکس تانژانت، و یا به تعبیر دیگه ضربشون برابر با عدد یک خواهد بود. تعبیر دیگه‌اش اینه که ضربمون برابر با عدد یک است. حالا ما میخوایم برای دو تا زاویه حاده ب و س در مثلث قائم الزاویه آ ب س که زاویه آ 90 درجه هست، تمام نسبت‌های مثلثاتی رو بچه‌ها میخوایم بنویسیم. اگه بخوایم همه نسبت‌های مثلثاتی رو بنویسیم، سینوس زاویه ب ضلع مقابل به وتر، یعنی آسب ب س. بعد کوسینوس زاویه ب ضلع مجاور به وتر، یعنی آبه ب س. تانژانت زاویه ب ضلع مقابل به مجاور، یعنی آسب آبه. کوتانژانت زاویه ب ضلع مجاور به مقابل، یعنی آب به آسه. جالب دقت کنین که اگر همین نسبت ها رو بچه ها برای زاویه حاده سی بنویسیم، سینوس سی ضلع مقابل به وترش میشه آب به بسه، کوسینوس سی ضلع مجاور به وترش میشه آسه به بسه، تانژانت سی ضلع مقابل به مجاورش میشه آب به آسه، و کوتانژانت سی ضلع مجاور به مقابلش میشه آسب آبه در واقع، ببخشید. بعد به همین دلیلم اگر شما مقایسه کنید اینا رو با هم دیگه، میبینید که سینوس زاویه ب با کوسینوس زاویه سی برابره، سینوس زاویه سی با کوسینوس زاویه بی برابره، تانژانت زاویه بی با کوتانژانت زاویه سی برابره، کوتانژانت زاویه B هم با تانژانت زاویه C برابره. خب زوایای B و C من چه ارتباطی با هم دیگه داشتن؟ این زوایا متمم بودن دیگه، چون مثلث قائم الزاویه است، در رأس A 90 درجه است، پس B و C جمعشون میشه 90، یعنی متممن. پس به این روابط بسیار مهم میرسیم که برای زوایای متمم حتما سینوس یکی با کوسینوس دیگری و تانژانت یکی با کوتانژانت دیگری حتما برابر خواهند بود، به همین دلیلی که عرض کردم. مثلا بچه‌ها سینوس 20 با کوسینوس 70 برابره، مثلا کوسینوس 10 با سینوس 80 برابره، مثلا کوسینوس 40 با سینوس 50 برابره، تانژانت 25 با کوتانژانت 65، کوتانژانت 17 با تانژانت 73، کوسینوس 43 با سینوس 47، اینا همه با هم دیگه برابرن، چرا که این زوایا متمم هم دیگه هستن. ببینید بچه‌ها، حالا میریم دو سه تا تست ساده با هم دیگه حل می‌کنیم. تست 4 رو نگاه کنین. مقدار عبارت تانژانت 10 درجه ضرب در سینوس 50 درجه ضرب در تانژانت 80 درجه تقسیم بر کوسینوس 40 درجه در کدام بازه است؟ من میرم پای تخته حلش می‌کنم، با ما همراه بشین لطفاً. ببینید تانژانت 10
در سینوس 50 در تانجانت 80 بر روی کوسینوس 40. بچه با یه نگاه سینوس 50 و کوسینوس 40 با هم مساوی هم دیگه. چرا؟ چون متمم زوایاشون، زوایاشون چون متمم هم دیگه است، پس گفتیم برای زوایای متمم سینوس یکی با کوسینوس دیگری مساویه، پس این دو تا با هم برابرن، یعنی این میشه همون تانجانت 10 در تانجانت 80. اما به جای تانجانت 80 میتونم کوتانجانت متممشو بذارم، یعنی کوتانجانت 10. میتونم به جای تانجانت 80 کوتانجانت متممش یعنی 10 درجه رو بذارم. خب بچه ها تانجانت هر زاویه ای زد در کوتانجانتش هم که اعلام کردیم یکه دیگه، چون عکس همن. پس حاصل این عبارت اصلا یکه. بعد پرسید در کدام بازه قرار گرفته، چون حاصلش یکه در بازه 0 تا 2 قرار گرفته، یعنی گزینه 3 میشه پاسخ این سوال. اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم بررسی بکنیم، میبینید که گزینه صحیح بچه ها گزینه 3 هست برای سوال 4. حالا سوال 5 رو ببینید، گفته که در مثلث قائم و زاویه مقابل کوسینوس زاویه به چنده؟ یه مثلث قائم و زاویه داده، یکی از اضلاعِ قائمش ایکسه، وترش هم 3x. من میخوام کوسینوس زاویه ب رو پیدا کنم. بازم اگه بریم رو تخته با هم دیگه، ببینید من میتونم با فیثاغورس، میتونم چکار کنم؟ اندازه آب رو پیدا کنم که میشه رادیکال 9x2 منهای x2، یعنی رادیکال 8x2، یعنی 2 رادیکال 2x دیگه. بچه ها x هم که نمیتونه منفی باشه دیگه، چون ضلع مثلثه دیگه، x حتما مثبته. بعد چون من کوسینوس زاویه ب رو میخوام، کوسینوس زاویه ب میشه ضلع مجاور به وتر، یعنی آبه به بسه، پس میشه 2 رادیکال 2x به جای آبه، به سر هم که دارم 3x دیگه، پس جواب 2 رادیکال 2 بر روی 3. یعنی با توجه به گزینه هایی داده شده بچه ها، گزینه 2 جواب این سوال ما خواهد بود. بازم اگه بریم روی LCD و جواب ها رو با هم یه بررسی بکنیم، ببینید میبینید که جواب نهایی 2 رادیکال 2 سوم یعنی گزینه 2 خواهد بود. یا مثلا تست 6 رو بچه ها ببینیم، گفته در مثلث قائم و زاویه روبرو ارتفاع وارد بر وتر رسم شده، سینوس زاویه A1 با توجه به اندازه های داده شده روی شکل میخواییم ببینیم که چقدره. میریم رو تخته بازم با هم دیگه حلش میکنیم. بچه ها میدونید که در هر مثلث قائم و زاویه مربع ارتفاع وارد بر وتر برابر است با حاصل ضرب قطعاتی که روی وتر ایجاد میکنه. مربع ارتفاع وارد بر وتر برابر است با حاصل ضرب قطعاتی که روی وتر ایجاد میکنه. پس A2 با توجه به اندازه های داده شده میشه 4 ضرب در 1، یعنی میشه 4. پس اندازه A2 برابر با 2 خواهد بود. اگر من اندازه A2 داشته باشم 2، با توجه به این که H2 رو هم توسط خود مسئله در واقع به ما 1 داده، میتونم با فیثاغورس آب رو پیدا کنم. آب رو با فیثاغورس اگه پیدا کنم میشه رادیکال 2 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2، یعنی رادیکال 5. اگه آب بشه رادیکال 5 بچه‌ها، سینوس زاویه A1 رو میخوام. A1 تو شکل اینه دیگه، میشه نسبت ضلع مقابل به وتر، یعنی H2 به آب. خب H2 چنده؟ H2 1ه. آب چنده؟ آب رادیکال 5ه. پس جواب نهایی رادیکال 5 پنجم، یعنی گزینه 3 به عنوان پاسخ سوال 6 در واقع. اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو ببینیم، ببینید دقت کنید، ببینید که گزینه 3 یعنی عدد رادیکال 5 پنجم پاسخ تست 6 خواهد بود. Thank you.